خوش آمدید بنده های عزیز، تشکر و سپاس که تاکنون بنده برنامه صبح پایتخت هستین. البته در این بخش برنامه دو مهمان گرامی رو با خود داریم که البته نیایش برتان به معرفی میگیره. قبل از او میخواهیم که روی یک نکته اشاره بکنیم که وزارت معارف یک اقدام نیک که همه ساله انجام میده این هست که یک امتحان سرتاسری میان مکاتب خصوصی و دولتی برگزار میکنه که در نتیجه از او یک فردی که واقعا نخبه هست و لایق هست به عنوان ستاره معارف انتخاب میشه، که امروز ما ستاره معارف امسال را با خود داریم که صحبت های بیشتر از خودشان در رابطه با لیاقتشان و در رابطه با زحماتی که در برای تعلیم و تربیت میکشند از خودشان پرسان میکنیم. این که مهمان ما کی هست و ستاره معارف امسال کی هست، نیایش برتان میده. بله، خوب قسمی که شما هم شاید آشنایی داشته باشین با البته محمد نذیر شریفی که امسال ستاره معارف از آن خود کردن و همچنان کاکایشان عیسی خان شریفی را با خود داریم امروز. سلام صبح نذیر جان. سلام شما. سلام علیکم. چطور هستین؟ خوب هستین؟ خوب هستین؟ سلامت باشین. یک سلام که اگر با بیننده های عزیز هم داشته باشین. بله، در نخست سلام خود به شما تقدیم میکنم و به تمام بیننده های تلویزیون نگاه که همین الان ما را میبینه تلویزیون و میخوایم به خود معرفی بگیرم که امی محمد نذیر شریفی هستم، ستاره معارف سال 1396 امی معارف شهر کابل و ما متولد سال 1380 ولسوالی قرباغ ولایت غزنی هستم و ما امی مکتب از لیسه سلطان ابراهیم شروع کردیم و تا صنف سوم مده مکتب بودم، باز دمو سال از غزنی در کابل کوچ کردیم. بله، به نسبت نامنی که بود از غزنی در کابل کوچ کردیم، باز در لیسه علی چل دختران دوین شامل شدم و تا صنف ششم مده مکتب بودم. خب مکتب که بود امی برای شاگردای پسر که از تا صنف 6 باز دختران میتونه تا صنف 12 در مکتب بخونه. بله، باز من خودم در مکتب لیسه علی همایون شهید تبدیل کردم و حالا هم متعلم صنف 11 همین مکتب هستم. بله، افتخار ماست. میگم شما آقای سلام، بر شما صبح بخیر. سلام، خوش اومدید. خوش باشین، ان شاء الله موفق باشین. سلامت باشین. خوشحال هستیم که امروز در برنامه حضور پیدا کردین و محسن نذیر جان که واقعا افتخار افغانستان هست. به ما مطمئن هستیم که در سالهای بعد هم در آینده هم افتخارات زیاد را بر خود و بر افغانستان کسب خواهد کرد. در مورد همین پروگرام یا برنامه بگوییم که بله، اول تبریک باشه برای خود دستگیران ما و برای تمام اعضای خانواده شما و برای تمام مردم افغانستان. بله، خب چون که افتخار همه ما هستن، این افتخار تمام مردم افغانستان هستن واقعا. و قسمی که روزی جان شما هم اشاره کردین، وزارت معارف یک اقدام بسیار خوب و نیک کرده که افراد که شایسته هستن، افراد که واقعا زحمت میکشن، تلاش میکنن، برای اونها یک پاداش قائل شوه و همچنان که همیشه مورد تشویق از اونها قرار بگیره. بله، خب نذیر جان، در مورد همین برنامه بگوییم که از چه زمانی آغاز شده، چه وقت نتیجهش معلوم شد؟ دقیقاً فکر کنم که روز شنبه نتیجهش معلوم شد. یک پروسه بسیار پروسه شفاف بود و یک رقابت سرتاسری بین تمام مکاتب خصوصی و دولتی امی ولایت کابل بود و اول که بود امی در سطح مکتب سه امتحان میگرفت از ما، باز امی شاگردای نخبه از مکتب انتخاب میشد. باز از مکتب که من انتخاب شدم و سه نفر دیگه بود، باز ما در خود حوزه تعلیمی 13 معرفی شدیم. باز اونجا که بود امی تمام مکاتب حوزه 13 شاگردای نخبه شزر داشت، باز از ما امتحان گرفتک، باز دو دور امتحان گرفت، باز ما در دو دور کامیاب شدم، اول بودم در دو دور. باز ما در سطح در چی معرفی شدیم، در خود ریاست معارف شهر. در اونجا که بود باز دور اولی که امتحان گرفت از تمام حوزه های کابل بود، اگه می 7 حوزه کس. باز اونجا که امتحان گرفت باز 7 نفر کامیاب شدیم، یک من بودم، باز 6 دختر دیگه هم بود. 6 دختر دیگه فقط شما از خود پسرها شما بودیم. بله، باز دور دو رفتیم، باز دور دو که از ما امتحان گرفت باز ما کامیاب شدم و دو دختر دیگه بود. بله، باز روز شنبه که بود امی مرحله نهایی ستاره معارف برگزار شد و اوش که بود پیش از اینکه بود امی از ما در خود ورق سوالا رو میداد، ما خود معلوم کردیم. اما اون روز دیگه که بود روز شنبه که بود دیگه سوالا رو دوری پروژکتور نشان میداد، باز اونجا سه دور شش بود، باز دیگه امی سوالا رو که از ما پرسان میکرد باز ما جواب میدن، باز دوباره دوبارهش قضاوت میکرد، نمره میداد. یعنی در روی ورق بود با چی میشد؟ یعنی مربوط به همون صنفتون میشد یا در کل؟ بله بله، صنف 11 دیگه می تمام مضامین شامل بود. با بازی امروز تار بود که هر کس کمی سوال غلط میکرد دیگه از برنامه حذف بود. یعنی باید هم تو که زبان خود جواب میداد در روی ورق باید نوشته میکرد. نه دیگه ورق نه، فقط هم در بازی سوال اول که کرد من جواب دادم، دختر دیگه هم جواب داد، دختر دیگه هم تانیس که جواب بده. با سوال دوم که کرد
سوال از من کرد ما جواب داده تانیستم باز نفر دوم نتانیست باز نفر سیوم تانیست این نفر دومی که ندانیست یزو شد باز ما رفت مرحله بعدی که از ما سوال کرد باز ما تانیستم باز دختر دیگه نتانیستم باز نمی رفتن دیگه ما تانیستم خوب از مکتب پرسان بکنیم ای که خوب در مکتب هم نمره اول بودین یا که نیده اونجا نمره اول نبودیم من اول نمره اومی مکتب خواستم خب شما کل تای مراحل این برنامه را گفتین ولی همونجایی که مثلا نتیجه شما اعلان میشه و را نگفتین که یک لحظه خیلی چی میگن هیجان انگیز هست که حتی برای بیننده یک کسی که مثلا میبینه هموطنهای ما میبینه شما را طبعا بر خود شما خیلی خوشایند بوده میشه که در اون ده همون لحظه بگوین که وقتی نتیجه اعلان شد و شما با عنوان ستاره معارف امسال شناخته شدید خب ما گیس بسیار خاص داشتم که و بسیار خوشحال بودم که تانستم امی ستاره معارف بدست برم چون که من یک هدف مشخص داشتم و هدف ممی بود که باید ما تلاش بسیار کنم تا بتونم کمی ستاره معارف به دست بیارم و امید نتیجه تلاش خودم بود که نتیجه تلاش اساتید محترم نتیجه مدرسه محترم تشویق پدر مادرم بود که امید متونستم که امید ستاره معارف به دست بیارم و ما از اونها بسیار یک تشکری خاص میکنم و یک احساس بسیار خاص داشتم بسیار خوشحال بودم دیگه که تونستم به دست بیارم خب از خوشی هم یه عشقایی خوشش رو بدارم خب برمیگردیم و شما از آقای شریفی پرسان بکنیم که وقت خبر شدین که البت محمد نزی جان ستاره معارف امسال از آن خود کردن چه احساس داشتین و واقعا چقدر برش باز هم تشویق کردین و قبلا چقدر مورد تشویق قرار میگرفتین واقعا نظمو روزی که این مقام ستاره معارف به دست آورد واقعا دیگه خیلی خوش شدیم نه تنها من بله. تمام خانواده و دوستا کلگی دیگه خوش شدیم بسیار زیاد خوش شدیم نهایت درجه خوش شدیم و تمامی دوستان اظهار خوشی و شادمانی کردن از این کار بله و ما هم دیگه افتخار کردیم به می حرف و می چی که می خداوند نیره توفیق داده بله زحمت کشیده درس خونده میشه که قصه و ما هم در کنارش یک کمی کمک کردیم کمک‌های معنوی و چیزایی کردیم قدیش تشویق شما میتونه خیلی آره تشویق کردیم میشه در کل قصه بکنین که در کجا بودین چه قسمی خبر بر شما رسید بله. و چگونه مثلا خانوادش خبر شد شما چگونه خبر شدید بله بله ای خو روز شنبه که برنامه برگزار شد که پدر و مادر و چیشی رفته بود خود امو قسم تنظیم شده بود این برنامه باز لازم که این مقام به دست آورد پدرش برای ما زنگ زد و ما تبریکی گفت برای ما چون ما برادر کلانترش بودیم بله. تبریکی گفت برای ما بس دیگه ما هم خیلی دیگه خوشحال شدیم تمام خانواده هم خوشحال شدن بله قسمی که خودتان پیشتر هم گفتین کمک های معنوی زیاد کردین چون که امروزه از کمک مادی کردن کمک معنوی میتونن بیشتر موثر واقع شون خب از محمد نظیر پرسان بکنم که به نظرتان این مرحله تا این مرحله که رسیدین و اینقدر دستاوردهای تا به حال داشتین و درسی که خواندین گفتین در مکتب هم اول نمره عمومی هستین به نظرتان این استعدادی که شما دارین ذاتی بود از اول و یکی اکتسابی بود بعد از اینکه زحمت کشیدین و تلاش کردین این البته به درجه رسید بله خب زیادتر که بودم این استعداد من ذاتی بوده و در این را من خودم تلاش بسیار کردم و بدون تلاش خودم امی تلاش اساتید محترم بوده که تلاش مدرسه محترم بوده و اونا در این راسته به من کمک زیاد کردن و من را تشویق بسیار زیاد کردن و تشویق به این میکرده که من درس خود زیاد بخونم و من از صنف اول که بودم اول مره بودم من از صنف اول تا صنف دوازده بله جوازی که برتون اعطا شده چی حساب بوده؟ خب دستار معرف دیگه دستار معرف خب مرا یک موتر دادن موتر بله. فقط موتر؟ بله تقدیرنامه هم دادن موتر هم دادن بله من در گزارش خانم گفته بودن که برای کسی که ستاره معارف میشن یک لپتاپ و یک موتر میتن فکر کنم که میشود از پارسال بازم شده بله. باز این نفر که دوم شد ایر لپتاپ داد باز نفر سیوم 15 هزار قرون داد بله. بله از کاکایتان پرسان کنم که شما برای نظیر چی جایزه دادی؟ مهم دیگه متر فقط همون تشویق کردیم بسیار مترزیم موضوع بسیار دیگه خوش شدیم بسیار خوشی کردیم تشویق کردیم یعنی می دیگه جایزه است بله خب وقتی پدرتان خبر شد از اینکه شما ستاره معارف شدین چه احساس داشتن یعنی در کل تمام اعضای خانوادگیتان و برای اولین کسی که خبر دادین او کی بود خب ما همراه پدرم خواهرم در خود مراسم اونجا داشتیم دیگه پدرم اونجا بود بله پدرم بسیار خوش شده بود و به گفته خودش که از خوشی اشکایم خشک شده بود بله بله کدام رشته را دوست دارین از من خوش دارم که یک دکتر موفق شم و
دوست دارم که من یک دکتر موفق شم و یعنی بله طب معالجوی است و میخوایم که به تمام مردم افغانستان کمک کنم و میخوایم در آینده یک شفاخانه خصوصی بر خود داشته باشم تا که بتونیم که مردم بی بزاد و فقیر بتونیم که به شکل رایگان بله بسیار ان شاء الله که به یارزی تون برسیم برای دفن چون که امروز واقعا بعضی کسا هستن نیازمند هستن بلیا. و نمیتونن که توانایی پرداخت دواها و مصارفی که باید در عملیات چیزایشون به مصرف برسن نداره. خب میخوای پرسان کنم آقای نظیری که شما چقدر واقعا درس میخونین، مطالعه میکنین، یعنی چقدر وقتتون از صرف درس خوندن میکنید؟ خب من که از بیشتر از 12 ساعت درس میخونم و از 6 سی تا دوستی که بود مکتب میرفتم، باز از ساعتای 11 بجه باز خانه میرسیدم، باز 12 بجه خانه بودم، باز از 12 تا 5 بجه دکان میرفتم، باز در دکانم که بودم همی کتابای خودم میخونم، کتابای مکتب. یعنی در دکانم کار میکنین؟ بله همی دکان پدر خود. دکان چی هست؟ یعنی مصروفیتون بسیار زیاده؟ دکان خوراک فروشی است دیگه همی کار میکنین، درس هم میخونین، در کنازه درس میخونین، کار هم میکنین، یعنی دست پدر جانتون رو کاملا گرفتین دیگه. بله بله. بعض همی جوان ها هستن که وقتی درس میخونم میگه دیگه که من هیچ کارو نمیکنم، پدر جان از هر جایی که میشه برام پیسه پیدا پول پیدا کو، در غیر از من خودم کار نمیتونم. واقعا آفرین تون که خب اگر آدم یک تقسیم اوقات منظم داشته باشه میتونه دیگه. من همه تقسیم اوقات بود که از مکتب که رخصت شدم باید برم دکان. خب در دکان هم میشه اگم درس بخونه، باز من همه زیادتر که درس میخوندم که اف ایتر به طور فشرده صرف شبانه بوده، شبانه درس میخوندم. خاصه نمیشدین هم کار هم مکتب و صرف شب هم شاید نیاز به استراحت میداشتین؟ چقدر استراحت میکردین؟ چند ساعت؟ خب در حدود 7 ساعت 6 ساعت حسا فکر کنم کافی باشه برای یک متعلم یا یک محصل. خب آقای شریفی میشه که در مورد نظر جان بیشتر بگوین؟ وقتی که مثلا در سین 7 ساله و چیزا رسید دیگه خیلی توجهش به مکتب و نوشتن و بله. وقتی در دوره اولی مکتب که ما رفت و شبانه که میماده فقط اون متوجهش طرفی درس و تعلیم و مثلا کار خانگی و چیزایش بودن و ما هم خیلی دوست داشتیم، واقعا تشویق میکردیم، بعضی سهولت هایی را بخشش کم آماده میکردیم، مثلا از قبیل کتابچه و قلم یک بازی. بله بسیار عالی. خوب چون که وقت برنامه کم از نظیر پیام شما را میگیریم. گفتنی تان برای جوانان برای همسنفی های چی هست؟ تمام شاگرده باید همین تلاششون به یه باشه که درس خود بخونم، یک باید که هدف مشخص داشته باشه و در راه رسیدن به این هدف نباید به هیچ گونه هر گونه که به موانع برخوردن نباید به این موانع تسلیم شه، باید به مبارزه کنه و همین هدف مشخص خود دنبال کنه تا بتونه که به هدف خود برسه و نباید به حوصله و تنبل باشن، چون که از امام صادق علیه السلام فرموده که از دو صفت همه را بپرهیزید، یکی به حوصلگی و دیگر به صبری. اگر به حوصله باشی هیچ حق را دادن هیچ بر هیچ حق صبر نخواهی کرد و اگر تنبل باشی هیچ حق را دادن نخواهی کرد. و نیز امام علی علیه السلام فرموده که سستی در عمل موجب نرسیدن به مطلوب است، پس ما باید همیشه تلاش کنیم و همیشه همی اراده قوی داشته باشیم که بتونیم کارهای خود را به صورت درست انجام بدهیم. بله دقیقاً تشکر از شما شیر بخوان، موفقیت بیشتر شما هست. بله شما هم اگر گفتنی داشته باشین آقای شرفی بسیار خوب باشه. تشکر می‌کنم از زحمت های شما و از این برنامه‌ای که مسئولین معارف برگزار کردن بسیار سپاسگزاریم، همچنین از تلویزیون محترم نگاه بسیار سپاسگزاریم که همین موضوع رو دگوشید. بله دیگه بچه ها به عنوان تشویق میرسند انشالله. بله خوب شما به عنوان پدر، به عنوان کاکای نظر جان و به عنوان یکی همیشه پدر معنوی کسانی که در مکتب هستن هستین، گفتنی شما برای تمام جوان ها چی هست کسانی که درس میخوانن؟ ما برای جوان ها فقط حرف منمیست که باید در امی راستا، در امی رای تعلیم و تربیه و تحصیل علم و دانش باید نهایت درجه کوشش کنه، چرا که تعلیم و تعلم هر دویش عبادت است. بله دقیقاً. یک فریضه است که یک فریضه را به جا بیاره، چی زن باشه چی مرد. بله دقیقاً. از تمام فرزندای وطن ما خواهش می‌کنم که در این راستا بسیار زحمت بکشند تا که کشور بله. شما سلامت باشین. تشکر از شما. تشکر از شما. سلامت باشین. برنامه رو با هم دیگر می‌بینیم بعداً با ما باشید.